أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز شاید سوال پیدا شود که چرا نظام اخلاقی اسلام میخوانیم؟ نظام اخلاقی اسلام چندین دلیل داریم که میخوانیم و باید نظام اخلاقی اسلام بخوانیم. اول دلیل که نظام اخلاقی اسلام میخوانیم به خاطر از اینکه اسلام یک دین کامل است. وقتی که اسلام دین کامل است به این خاطر باید ما باور داشته باشیم که دین اسلام دین کامل هست. چه قسم دین کامل است؟ در این دین نظام اخلاقی هست، نظام اعتقادی هست، نظام سیاسی هست، نظام اجتماعی هست، نظام تعلیمی هست، نظام تربیوی هست، نظام اقتصادی هست، نظام مالی هست، تمام نظام ها در اسلام هست. به این خاطر اینه چی میگن؟ نظام کامل میگن. و خواندن نظام اخلاقی اسلامی بر ما ثابت میکنه که این نظام کامل آیات بسیار زیاد و احادیث زیادی درباره اخلاق داره که یک مسلمان چه قسم اخلاق داشته باشه و چه قسم روش داشته باشه. دوم دلیلی که ما نظام اخلاقی اسلام میخوانیم به خاطر ازی که زیربنا و اساس تمدن اسلام اخلاق است. مسلمان ها اگر شما مقایسه بکنین تمدن اسلام و با دیگر تمدن ها، میبینید که تمدن های دیگه که اصلا اکثرا در بعضی جای وقتی که برید تمدن رومانی ها بالای جمجمه های سرهای انسان ها بنا شده تعمیرایشان و جایشان، لکن در نظام تمدن اسلام این باز به اساس اخلاقیات است. و روزی که مسلمان ها به قدرت رسیدن از اون وقت تا امروز اخلاق با بسیار شکل درست از این تطبیق کردن و تمام دنیا به اخلاق مسلمان ها و به روش مسلمان ها و به اینکه مسلمان ها دارای بسیار اخلاق زیاد بودن کلشان باور و یقین دارن. سیومین علتی که ما نظام اخلاقی اسلام رو باید بخوانیم و بفهمیم این است که اولین کسی که در روی زمین قدم نهاد یک پیغمبر معصوم بود، حضرت آدم علیه السلام. و این پیغمبر معصوم به خاطر از این نخستین انسان در روی زمین یک پیغمبر معصوم بود تا که این پیغمبر امو با عصمت و با پاکی خود چی کنه اساسات اخلاق برای مردم نشان بده و خودش من ایس یک موجود پاک زندگی بکنه و اولادای ازی هم از این درس اخلاق بگیرن. چهارمین علت که ما نظام اخلاق اسلام میخوانیم به خاطر ازی است که اخلاق ارتباط مستقیم به عقیده داره. اینال تنها اخلاق یک چیز عادی نیست که ما بگوییم که مثلا ما والا مسلمان هستم و فقط ما باید من حیث یک مسلمان آداب روزانه را با مردم داشته باشم. نه، اخلاق ما ارتباط مستقیم با عقیده ما داره. وقتی که انسان ادب و اخلاق مراعات میکنه باید این عقیده ازی با خالق متعال، با مخلوقاتش، با پیغمبرا، با ملائک، با تمام از اینا انسان باید اخلاق داشته باشه. به می علت است که مسلمان ها خود اخلاق اسلامی جز معتقدات مسلمان ها هست و ما باید وقتی که میگیم مسلمان هستیم باید اخلاق بسیار عالی داشته باشیم و چون اخلاق ارتباط با عقیده داره از این خاطر باید ما به خاطر از اینکه عقیده توحید خود حفظ بکنیم به این خاطر باید اخلاق بخوانیم تا که ما عقیده خود هم درست حفظ کرده بتانیم. دیگه علتی که ما عقیده اسلامی را میخوانیم
این است که اخلاق ارتباط مستقیم با عبادات ما دارند. ما وقتی که عبادت میکنیم باید در عبادت ما تمام برنامه های اخلاقی در عبادات ما مراعات شود. پس کسایی که میگن که من مسلمان هستم نماز میخونم لیکن او اخلاق مراعات نمیکنه، یا روزه میگیره او اخلاق مراعات نمیکنه، یا حج میره اخلاق و ادب مراعات نمیکنه، در حقیقت عبادت از این عبادت درست نیست. پس اخلاق ارتباط مستقیم با چی داره؟ با عبادت ما داره. ششمین یا هفتمین علتی که ما نظام اخلاق اسلام میخونیم، هدف اساسی اسلام خودسازی هست، انسان سازی هست. پس انسان چه قسم ساخته میشه؟ وقتی که انسان اخلاق داشته باشه، آداب داشته باشه و معیارهای اخلاقی را مراعات بکنه. و کسی که میگه من مسلمان هستم و اخلاق نداره، باز این مسلمان واقعی و راستین و درست نیست. مشکل از این خاتمی بود که این مسلمان با وجود از این که خدا میگه من مسلمان هستم و اخلاق نداشته باشه، باز این خودسازی نشده. دیگه دلیلی که ما نظام اخلاقی اسلام میخوانیم این به خاطر از این هست که در حفظ اخلاق حفظ شخصیت است، و به اندازه کمبود اخلاق شخصیت متزلزل و ضعیف میشه. پس اگر کسی اخلاق داره شخصیت بسیار عالی داره، و کسی که اخلاق نداره شخصیت ضعیف است. به اندازه ضعف اخلاق، به مو اندازه که انسان در اخلاق خود ضعیف است، به مو اندازه ای چی هست؟ شخصیتش ضعیفتر است. از این خاطر اگر ما میخواییم که شخصیت عالی داشته باشیم باید اخلاق بسیار خوب داشته باشیم. دیگه به خاطر از این ما نظام اخلاقی اسلام میخواییم که یکی از وسایل شیطان برای بیدین سازی مسلمان ها چی هست؟ بد اخلاقی هست. شیطان کی رو گمراه میسازه؟ انسان بد اخلاقه. انسان که ادب با خالق نداشته باشه، ادب با مخلوق نداشته باشه، با پیغمبر بی ادب باشه، با صحابه کرام بی ادب باشه، با علما بی ادب باشه، با که قرآن بی ادبی بکنه، پس این انسان مثلا حیا نداشته باشه، شرم نداشته باشه، به مو اندازه که انسان شرم و حیا نداشته باشه و بی ادب باشه، به مو اندازه چی هست؟ این وسیله شیطان قرار میگیره. و اولین کسی که شیطان میتونه کافر بسازه این همیست که ولا تطبیع خطوات شیطان. خطوات شیطان چی است؟ که انسان بد اخلاق میسازه، بی تربیه میسازه، در مقابل دین، در مقابل اسلام، در مقابل مقدسات این رو بی تفاوت میسازه، و بالاخره این سبب از این میشه که این از دایره ایمان خارج میشه و بالاخره به کفر رو میکشانه. پیروای پیغمبرای قبلی، دلیلی که ما شما میخوانیم از تجربه دیگران استفاده میکنیم، پیروای پیغمبرای دیگر چرا کافر شدن؟ به خاطر از اینکه شیطان اینا را بد اخلاق ساخت. مثل که گفتیم که ابو جهل و ابو لهب در اطراف کعبه شریف چی میکردن؟ در اطراف کعبه شریف برهنه اینا چی میکردن؟ طواف میکردن. ما نماز میکنیم، ما طواف میکنیم، لیکن برهنه. زنها صاحب سرلوش و برهنه، سرای برهنه و بیحیا، و به این شکل با ترویج بد اخلاقی ها چی شد؟ شیطان تانست که اینا را به شرک بکشونه. و مهمترین هدف استعمار، دلیل دیگه چی است؟ که هدف استعمار هم چی است؟ مهمترین هدفش اینمی است که توسط اخلاق زشت مسلمان ها را از دایره اسلام و از دایره ایمان و از دایره توحید دور بسازن. و به همین حساب است که مسلمان های واقعی مسلمان های هستن که اینا حداقل بتانن که چی کنن؟ اخلاق درست اسلامی را مراعات بکنن. و کسایی که مثلا اخلاق درست اسلامی را مراعات نمیکنن، در حقیقت اینا زود در زیر بار استعمار میرن. و نبی اکرم صلی الله علیه و سلم 13 سال درس اخلاق بر مردم داد، 13 سال کامل درس اخلاق داد. و با 13 سال درس توحید، درس یکتاپرستی، درس ادب با مقدسات و اخلاق، وقت صحابه کرام یاد گرفتن، بازی دانست که یک نظام اسلامی را بسازه. استعمار چندین سال سعی تلاش میکنه که مردم بد اخلاق بسازه، از طریق فیلم های مبتزل، از طریق خواندن های مبتزل، از طریق رقاصه ها، از طریق گناه، از طریق نشر فحشا، و به این شکل آهسته استعمار میتونه که این مردم به گمراهی و بیراهه ببرن. دیگه علتی که ما نظام اسلام رو میخوانیم به خاطر از این که اکثرا اگر شما دیده باشین که روابط اجتماعی مسلمان ها توسط اخلاق مستحکم میشه. هر قدر انسان اخلاق خوب داشته باشه، به مو اندازه
روابط اجتماعی خوب می داشته باشه. و اگر انسان هر قدر بد اخلاق شد، روابط اجتماعی با مادر خود روابط خوب نداره، با پدر خود نداره، با برادر خود نداره، با دوستای خود نداره، پس به اندازه اونمو ایمان انسان به مو اندازه چی می باشه؟ به مو اندازه روابط اجتماعی خوب مستحکم میشه. و هر قدر اخلاق و ادب از یک جامعه دور شد، به مو اندازه در سیستم فامیل ها و خانواده ها و بالاخره شکست در جامعه میایه. علت دیگه که ما نظام اخلاق اسلام میخوانیم، میگه اگر از یک تن از دانشمندان که پرسان کردن که اگر فلسفه دین اسلام برای ما در دو کلمه کس پرسان کنه که خلاصه کو بگه، امی فلسفه اسلام در دو کلمه برای ما خلاصه بگو، او برشان چی میگه؟ میگه که نهادینه سازی اخلاق است. یعنی فلسفه اسلام چی هست؟ که اخلاق باید چی شود؟ نهادینه شود. دلیل دیگه که ما نظام اخلاقی اسلام رو میخوانیم این هست که ما گفتیم که با خواندن کلمه لا اله الا الله ما داخل چوکات ایمان میشیم و با حفظ اخلاق اسلامی ما میتونیم که همون ایمان خود حفظ بکنیم. واقعا کسایی که اخلاق خوب دارن اونا ایمان خود حفظ میکنن، ادبشان با خالق، ادبشان با مقدسات، ادبشان با قرآن عظیم الشان، ادبشان با ملائکه، ادبشان با تمامی با صحابه کرام، با علمای اسلام، با مقدسات. خلاصه ای که هر قدر انسان با معتقدات خود و با مقدسات خود ادب داشته باشه، به اون اندازه او میتونه که ایمان خود حفظ بکنه و در چوکات ایمان باشه. و کسایی که متاسفانه اخلاق خوب ندارن، به این خاطر مشکلشان در این نقطه هست که این مردم باز در چی مبتلا هستن، در چوکات ایمان باقی مانده نمیتونن. و دلیل دیگه که ما نظام اخلاق اسلام میخوانیم به خاطر که رسول الله صلی الله علیه و سلم اخلاق بسیار مهم گفته. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خودش میگه که انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، ما مبعوث شدیم تا که امو عالی ترین مقامات اخلاق اینه ما چی کنم؟ تکمیل بکنم. پس خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بحثتش بر از این بود که مردم با اخلاق بسازن، با ادب بسازن، با مردم با این ادب و اخلاق خوب بتوانند زندگی بسیار خوب داشته باشند و برای جهان دین مقدس اسلام با بسیار اخلاق عالی به حیث یک انسان متمدن. این دوستای عزیز برنامه امروزی ما تا برنامه شما را مطالب سپرم. روز خوش براتان. الله حافظتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. افیت علی الحسن العبقا فالورد تضوعا.